با درود و وقت بخیر خدمت شما بینندگان و شنوندگان محترم تلویزیون میهن، 12 برنامه از سری برنامه های ویژه انتصابات اسفند 94 رو امشب در خدمتتون هستیم. امیدوارم این آخرین برنامه نباشه که در این رابطه داریم ما، و بعد از این انتصابات هول خروش مردمی تبدیل به یک حرکت انقلابی دیگه بشه و رژیم رو این بار برای بار آخر به چالش بکشیم. در چند هفته که گذشت مهمان‌های متعددی داشتیم. یک هفته خدمت آقای شاهین سرتیپی بودیم، بعد از اون آقای زمان فعلی، یک روزنامه‌نگار برجسته و صاحب نام از خطه غرب ایران، بعد از اون آقای کاوه آهنگری، سخنگوی حزب دموکرات کردستان، و آقای دکتر منصور، اقتصاددان برجسته، همینطور آقای رضا تقی‌زاده و چند تن از دوستان دیگر، تا این دو هفته اخیر که خدمت آقای منصور استانلو و آقای حشمت الله طبرزدی بودیم. خب این برنامه بالا و پایین های بسیاری داشت، انتقادهای سازنده ای کرد از خیلی از جریان ها، صحبت های بحث های روز دنبال کرد، مسائلی رو پیش کشید که همه شما براتون جالب توجه و مد نظر بوده، چرا که نه تنها سرنوشت پیش روی ما نه در این انتخابات بلکه در گذار از رژیم رقم خواهد خورد، بلکه آینده این مرز و بوم رو هم همین چالش های سیاسی، همین گفتار سیاسی رقم خواهد زد. امشب در خدمت آقای رضا پرچیزاده، محقق، نویسنده و یکی از واقعا میتونم بگم الیت جوان ایران هستیم، و همچنین خانم مریم معزنزاده، سخنگوی آیت الله بروجردی، درود میفرستم به هر دو این عزیزان. رضا جان شب شما بخیر. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، محسن جان، آقای بهبهانی عزیز و همیهنان عزیز اون هر جای دنیا که هستند، البته خانم معزنزاده عزیز. خانم معزنزاده درود میفرستم به شما. درود خدمت شما جناب آقای بهزاد کریمی و همچنین آقای پرچیزاده، و سلام و درود خدمت همیهنانم در هر کجایی که هستن و صدای منو میشنم. سپاسگزارم. من دوست دارم سوال اولم رو قبل از هر چیزی از خانم معزنزاده مطرح کنم. دیدم که یک شکوایه‌ای و بیانیه‌ای از سمت دفتر آقای بروجردی در وبسایت تحلیل روز منتشر شد و در فضای مجازی دست به دست میشد بین فعالین حقوق بشری و فعالین برجسته سیاسی که ما داریم. میدونیم آقای بروجردی نه تنها یک زندانی سیاسی است، بلکه برای بسیاری از ایرانی‌ها در برون مرز به عنوان یک زندانی شناخته شده برجسته، کسی که بیش از 8-9 سال هست، نه مثل خیلی از آقایون به مرخصی آمده، نه مثل خیلی دیگر نوارهای ویدیویی بیرون فرستاده، نه تشکلی رو تونسته از درون مرز، از درون زندان خوبه بگم، رهبری کنه مثل خیلی از آقایونی که این کار رو کردند و بماند که چطور و چگونه. سوال من از شما اینه که خانم معزنزاده، مسئله چه بود، جریان چه بود و چرا اصلا این شکوایی مطرح شد؟ بله جناب آقای کریمی، من ابتدا خدمتتون و همچنین بینندگان عزیز یه مقدمه کوتاهی رو عرض کنم. آقای کاظمنی بروجردی مبارزی بودن که از دهه 70 دارن کار میکنن و اصل حرفشون به طور ساده که باید بگم مخالف حکومت دینی و تداخل سیاست در دیانت هستن و بودن و مقالات می نوشتن، سخنرانی می کردن. در کنار اینکه ایشون یک به اصطلاح رهبر دینی بودن، ولی نظرشون، نقطه نظرتون به این شکل بوده و کاملا با حکومت دینی که حالا به نوعی موسوم شده به جمهوری اسلامی مخالفت میکردن. ایشون بارها هم زندانی شدن، دستگیر شدن، دفترشون ازشون گرفتن، مسجدشون رو گرفتن. بعد در آخرین سالی که ایشون، باری که ایشون دستگیر شدن، سال 2006 هستش که الان 9 سال و چند ماه هستش که ایشون داخل زندان هستن. خانوادهشون، یاراشون، هر چه که داشتن در راه ایدئولوژی و به صلاح ایدئولوژی میشه نگفت، در راه این هدفی که داشتن دادن. منتها در طول این مدت از داخل زندان هم ایشون بیانیه هایی میدادن یا نظراتشون رو میگفتن، کمپین خودشون ادامه دادن به هر نوعی و هزینه میدادن.
به هیچ ترتیبی بعضی از این آقایون و خانوم ها نیومدن صدای ایشون رو برسونن، حمایت بکنن، از ایشون یادی بکنن. در هر بزنگاه هایی که حتی واقعا همه مردم رو به یاد ایشون مینداخت اون حادثه یا واقعه، باز اومدن به یک نوعی بایکوت رسانه ای میشه گفت اسمش رو، حتی از روحانیون حکومتی اسم بردن ولی اسمی از آقای کاظمینی بورژردی حاضر نشدن به میان بیارن. اما الان که شاید به نوعی گفت نیازی پیدا میکنن که پایگاه مردمی ایشون رو استفاده بکنن با توجه به محبوبیتی که ایشون در داخل کشور حتی دارن و حتی بیرون از کشور، اومدن و تصویر ایشون و اسم ایشون رو در سایت هایی گذاشتن و مدعی هستن که مردم اینها رو انتخاب کردن بدون اینکه دفتر ایشون اطلاع داشته باشه، نمایندگان ایشون اطلاع داشته باشن، یا اینکه خود ایشون مایل به همچین کاری باشن. و من و به اصطلاح بارها خواستیم که این کار رو نکنن و حذف بکنن، منتها چون به اصطلاح عمل نکردن و انجام ندادن خواهش ما رو، مجبور شدیم در پاسخ به افکار عمومی ما این بیانیه رو صادر بکنیم و اطلاع بدیم. من فقط این رو میخوام بگم که آقای کاظمینی بروجردی خودشون مخالف دخالت در سیاست هستن، یک. دومن به شدت منتقد این جمهوری اسلامی و نظام حکومت دینی هستند و بارها هم در بیانیه‌هاشون و صحبت‌هاشون نظرشون رو نسبت به انتخابات رژیم به این نوع عنوان کردن که مضحکه‌ای بیش نیست. بنابراین نمیتونن در چارچوب این نظام بپردازن به یک تری به نوعی، حالا هر کس اسمشو میذاره، مقاومت های انجام میدن و ایشون اصلا اصولا این نظام رو، اصول نظام رو زیر سوال بردن. بنابراین استفاده از نام ایشون در همچین مواردی اصلا محلی از اعراب نداره. سپاسگزارم. برای اینکه یک کمی همچین روشن‌تر بشه موضوع برای بینندگان، چون من میدونم که هفته قبل‌تر از اونم یک بیانیه دیگه در رابطه با شرکت کردن در انتخابات یا شرکت نکردن، اگر نمیدونم کدوم صحیح است بگم، ولی به هر جهت بیانیه دیگری از سمت دفتر آقای بروجردی صادر شده بود. میشه لطف کنید به وضوح این دو مقوله رو، این دو اتفاق رو برای بینندگان ما توضیح بدین که از جانب چه شخص، چه گروهی، چه وبسایتی هم بیانیه اول آمده بیرون و هم بیانیه دوم و هر دو اینا چه برجت محتوایی داشتند؟ بله، خب چند هفته گذشته ما دقیقا نمیدونیم منبعش از کجا بوده. ما به فکر میکنم که ممکن هست به نوعی حالا دشمنانمون یا دشمنان آقای بروجردی یا شاید حتی به نوعی بعضی از داخل نظام شاید این کار رو طراحی کرده بودن، یک بیانیه رو دادن با ادبیاتی کاملا غریبه به نام فتوا که اصلا هیچ وقت آقای کاظمینی بروجردی استفاده نمیکنن از این نام، و فتوا داده بودن و مملکت رو از امام زمان دونسته بودن، از این حرفایی که کلن با ادبیات ایشون آشنایی و سازگاری نداره، و که ما اون رو تکذیب کردیم و باز مجددا متذکر شدیم که نظر ایشون به این شکل بوده، نه هیچ نوع دیگه ای که حالا بخوام بگن، چون خودشون هم دو بار تا حالا بیانیه رسمی خوب دادن در تحریم انتخابات، میتونستن اگر میخوان اون رو دوباره مجددن چیز بکنن. و این آخرین فقط خب مشخصه وبسایتی هست به صلاح دموکراتیک، صندوق آزاد و دموکراتیک بود که من نمیدونستم دقیقا چه کسانی مسئول این هستم، منتها پیگیری کردم از کسانی که احتمال میدادم و میدیدم در موردش صحبت و تبلیغ میکنن و گفتن که مسئولش آقای منصور اوسانلو هستن. من از ایشون خواستم که عکس آقای بروجردی رو حذف بکنن چون کاملا ما بیخبر هستیم و خودشون هم تمایل ندارن که در همچین برنامه حالا هرچی که میخواد باشه شرکت بکنن، منتها ایشون موافقت نمی کردن. من باز بهشون گفتم که تا فردا هم ما صبر می کنیم به دلیل اینکه خب فرصتی داده باشیم، در صورتی که اصلا کار ایشون اشتباه بوده به نظر من و باید حتما هماهنگ عمل می کردن. و ایشون هم گفتن که کار مردم بوده، اونام اضافه کردن چون ایشون طرفدار دارن، طرفدارانشون اومدن اضافه کردن. با این حال ما صبر کردیم با مهلتی که داده بودیم و فردای اون روز بیانیه رو منتشر کردیم. سپاس از شما برای توضیحات خوبتون. سوالی که اینجا برای من پیش میاد به عنوان یک بیننده نه به عنوان یک فعال سیاسی، چرا این مردمی که آمدن به اصطلاح این عزیزان آقای کاظمینی بروجردی نماینده کردن، اول شرط نمایندگی چی است؟ خب یک کسی میاد نماینده میشه در اون سیستم ولایت فقیه و آنچنانی نماینده میشه در یک سیستم استصوابی
وارد یک جریانی میشه که فیلتر پشت فیلتر و مشخصه. اون غلطن در غلط است. اما این هم غلطه که ما بدون اینکه یک شخصی راضی باشه که خودش خواسته باشه که در مقام حتی کاندیداتوری، یعنی حتی نومینیت کرد، اونجور در غرب میگه نومینیت کرده باشه خودش، یعنی پروسه کاندید شدن اینه که اول یک کسی اسم خودش رو یک جای مطرح میکنه، میگه من میخوام کاندید بشم، بعد از میان این کاندیدها مردم میگن کسی رو انتخاب میکنن. خب این دوستان در این وبسایت انتخابات موازی عملا نصف این راه رو حذف کردن، یعنی اون بخش اولی که شخص ابتدا به ساکن باید خودش بخواد که نامینیت بشه، اسمش داخل کاندیداها بیاد، بعد از اون مجموعه کاندیداها مردم بیان انتخاب کنن. حرکت حرکت سیاسی است، حرکت حرکتی سوء استفاده گرانه است. در برنامه قبلم به آقای استانلو و همینجور آقای تبرزدی گفتم اسامی کسانی رو در این لیست آوردن که خودشون معترض شدن، از اون جمله آقای رئیس دانا، از جمله آقای ارژنگ داوودی، همچنین الان دارید میبینید نماینده آقای بروجردی، و از همه بدتر کسی مثل زینب جلالی، کسی که این همه سال در اون کنج زندان واقعا بینایشو داره از دست میده. چطور ما برای اهداف نامشخص سیاسی خودمون که از بطن اشتباه هم نمیاد از نام این و آن سو استفاده میکنیم؟ چه تفاوتی من میتونم قائل بشم بین حرکت فاشیستی که در جمهوری اسلامی صورت میگیره و این حرکت نیمه دموکراتیک نیمه فاشیستی؟ خب چه فرقی میکنه؟ با تر این موضوع به سراغ آقای رضا پرچیزاده میرم. اصولا آقای پرچیزاده، این نماینده مردم کیه؟ این که عده نماینده مردم خوانده میشن یا خودشون رو میخونن یا یک عده کسی رو نماینده مردم، این پروسه نماینده مردم شدن چگونه است؟ یه دفعه من رو انداختید وسط دریا. والا چه عرض کنم، این ادعا برای خود من خیلی سنگینه که بخوام مدعی بشم که نماینده مردمم. الان مدت هاست دارم با جمهوری اسلامی مبارزه میکنم، به هر حال براشم بها دادم، ولی هرگز مدعی نشدم که نماینده مردمم. من میگم نماینده اصولی هم که اونا رو درست میدونم. حالا تعدادی میتونن به این اصول معتقد باشن، تعدادی میتونن نباشن، منتها این که آدم بخواد بیاد بگه من نماینده مردمم، این رفتار پوپولیستیه، این دموکراتیک نیستش. که میرسیم به همون مسئله‌ای که اول انقلاب سال 57 اتفاق افتاد در ایران، که صحبتی میکنن همیشه همین الان هم به امثال ما ایراد میگیرن که اگر با جمهوری اسلامی همکاری نکنیم، اگر در پروسه ها شرکت نکنیم، مثلا توی رای گیری و انتخابات شرکت نکنیم، آلترناتیوتون چیه؟ این آلترناتیو یه شاخ بزرگه. این آلترناتیو جریانش همینه. آیا منظورشون اینه که ما یک حکومتی باید درست بکنیم، همه چیشو خودمون بچینیم، در درون خودمون با هم همه چارچوباشو درست بکنیم، بعد سر بزنگا که شد بیایم اونجا بگیم مردم رفراندوم آری یا نه به این چیزی که ما میگیم؟ آیا منظورشون از آلترناتیو اینه؟ یعنی یه چیزی رو ما شست رفته با منافع و با چیزی که خودمون فکر میکنیم درسته آمادش بکنیم، حاضری بعد بگی مردم بیاد حالا اینو یا بهش بگید آره یا نه، که در نهایت هم باز حرف ما درسته، ما اینجا هژمونی پیدا میکنیم. اینه که خدمتتون میخوام عرض بکنم که این صحبتهایی که وسط میکشن اصولا از بطن ضد دموکراسی و گفتمان ضد دموکراتیک جمهوری اسلامی در میاد، وگرنه آلترناتیو دموکراتیک در گفتگو و تعامل بین مردم و نخبگانه که شکل میگیره. قرار نیستش که یه حکومت درست بشه، همه چیش سر جاش باشه، یه حکومت در تبعید، بعد بگیم خب حالا اگه جمهوری اسلامی نباشه اینا میاد. خب این میشه استبداد. ما با جمهوری اسلامی در درجه اول دعوامون برای چیه؟ ما میگیم یه سیستمی درست کردن، خودشون همه حرفاشونو میزنن، کاراشونو میکنن، بعد به مردم میان میگن آقا تاییدش بکنید، رأی بهش بدید. خب اگه قرار باشه بنده شما دیگران مخالف جمهوری اسلامی هم همین پروسه رو طی کنیم، همین کارو کنیم، به فرقمون با رژیم چیه؟ اون وقت دعوا سر قدرته. اون وقت بنده شما و دیگران که مخالف رژیم هستیم داریم سنگ خودمون رو به سینه میزنیم. ما قصدمون آیا اینه؟ آلترناتیوی که اینا دارن میگن منظورشون یه چنین چیزیه. و البته هم من هم شما میدونیم که این از کجا آب میخوره. این به خاطر اینه که میخوان هر حرکتی که مخالف رژیم جمهوری اسلامیه و پتانسیل دموکراتیک داره رو در نطفه خفه بکنن.
وگرنه ما قرار نیستش که تو پاریس زیر درخت سیب بشینیم اونجا فتوا بدیم از اونجا مردم برید این کارو بکنیم، نه چنین چیزی نیستش. ما با مردم گفتگو میکنیم، مردم با ما گفتگو میکنن، در بین مردمیم. قرار نیستش تو برج عاج بشینیم از اونجا فتوا بدیم و حکم بدیم. فعلا تا اینجا مسئله این خط میشه به سوال دوم که در واقع من از شما داشتم. خب اون راهکاری که تفکر شما، اندیشه شما معرفی میکنه، پیشنهاد میکنه، ما 12 هفته به اتفاق همه شما عزیزان این کمپین رو روندیم، به جلو آوردیم در فضای مجازی، در فیسبوک، در وبسایت تحلیل روز، در تلویزیون خوب میهن. خب یه گفتمانی رو ایجاد کردیم، اونجوری که اصولا باید باشه، اون چیزی که ریشه های دموکراسی، ریشه های حکومت مردم بر مردم، یعنی یک گفتمان اجتماعی در بطن مردم شکل بگیره، جامعه رو متحول کنه و تبدیل بشه به یک بدیلی که نهایت امر تفویض بشه، اختیار از سمت مردم بشه. این خواستگاهی که ما سعی کردیم در کنار همدیگه برای مردم از طریق این برنامه مشخص کنیم. حالا به صرف رضای پرچیزاده در رابطه با انتخابات اسفند، هفته اسفندی که پیش رو، چه خبرگان چه مجلس شورای اسلامی، چه راهکاری رو در کنار تمام انتقاداتی که کرده تا امروز در نوشته هاش و برنامه هاش، چه راهکاری رو به مردم پیشنهاد میکنه؟ راهکار، ببینید، هیچ چیزی یه شبه به وجود نمیاد. ما اگه دموکراسی میخوایم نمیتونیم بگیم یه دفعه سیستم دموکراتیک از آسمون بیفته بر ایران حاکم بشه. قدم به قدم باید پروسه‌ای طی بشه. اولین قدم حرکت به سوی دموکراسی، همونطور که همیشه من اصرار کردم، شما اصرار کردید، همه یه کسایی که توی این برحال برنامه دموکراسی خواهی هستن که اصلا من و شما هم نمیشناسیمشون، بارها گفتن و اصرار کردن، شما اول باید همکاریتون رو با نظام استبدادی قطع بکنید. این قدم اولشه. تا وقتی که میخوای بری با سیستم استبدادی بسازی و فکر کنی که از توش یه چیزی در میاد، هی امید داشته باشی، هی کورسوی چراغی داشته باشی، بگه خب اون یه چیزی اون ته هست، هی میری مثل سرابه، به هیچ جا نمیرسه. آخرش هم میبینی اون کورسوه نور ته تونل قطار داره میاد که بزنه لهت بکنه. تو باید این امید رو ببری در درجه اول. یعنی میدونی وقتی یکی میخواد شنا یاد بگیره میندازنش تو آب، چیزی دستش نمیدن، بغل استخر نگرش نمیدارن. تو وقتی وسط آبی دست و پا میزنی برای شنا کردن، تا وقتی به اون امید اون میله بغل استخری شنا یاد نمیگیری. جریان اینم همینه آقا جان. شما هی میخواد برید با استبداد بسازید، هی کوتاه بیاید، هی بگید درست میشه، هی بگید میریم اصلاحش میکنیم. آقا 20 سال داره میگذره، با اون 15 سال اولش کار نداریم، میگیم 20 سال بعدش اصلاحات. چی شد؟ فقط قهقرا، فقط عقبگرد. هی بدتر شد که بهتر نشد. خب بابا جان باید این سیستم رها کنی دیگه. یه کار غلط آدم چند بار انجام میده، از یه سوراخ چند بار گزیده میشه. اول اینو ولش بکن، با خودت به نتیجه برس که از این چیزی در نمیاد. قدم بعدیش مشخصه چیه. قدم بعدیش عدم همکاریه، اعتصاب سراسریه، هیچ هم لازم نیست اسلحه کشی بکنید و نمیدونم چماق کشی بکنید و این وحشت هایی که را میندازن اعوان و انصار اپوزیسیون دستاز و حکومت در بی بی سی و صدای آمریکا و غیر و ذالک. من آقا چنین چیزی نیستش. اصلا مردم لازم نیستش که بیان اسلحه بکشن، بعضا لازم نیست تو خیابونم بیا، تو خونت بشین چند ماه آقا جان، با رژیم همکاری نکن. یعنی تو رو میخواد به عنوان پیچ و مهره و چرخ‌دنده ماشینش استفاده بکنه، کارمندش باشی، کارگرش باشی، بری دستگاه اقتصادش رو بنز. خب نرو آقا جان، یه مدتی خونه بشی، مثل همه اول انقلاب 57. قبل 6 ماه جست و گریخته اعتصاب بود دیگه. این بر درگیری خونی هم خود همین اسلامیستا و بعضی از کمونیستا و اسلحه کشا رو انداختن، وگرنه اون کسایی که لیبرال بودن و اهل دموکراسی بودن کسی اسلحه دست به دست نگرفت آقا جان، کسی نیومد نمیدونم خون بریزه آدم اعدام بکنه. این ترسایی که اینا میخوان تو دل مردم بندازن، از کارهایی هم که خودشون کردن ها، جالبه، خودشون این کارا رو کردن، حالا دارن ترس تو دل مردم میندازن که مردم اگه بخواد انقلاب بکنید رژیم عوض بشه اینجوری میشه. نه آقا چنین چیزی هم نیستش. این چیزیه که دستگاه‌های تبلیغات اینها، اپوزیسیون دستساز، داره مدت هاست روش کار میکنه. اینا چیز دارن، اتاق فکر دارن، اندیشکده دارن، کار میکنن ببینن مردم از لحاظ روانی رو چه چیزهای حساسن، انگوش میذارن رو همونا، ایران سوریایی میشه، ایران فلان میشه. آقا سوریه رو کی کرده اینجور؟ خود جمهوری اسلامی کرده.
سوریه از آسمان اینجوری شد به کشتارگاه تبدیل شد، همه جمهوری اسلامی رفته اونجا کردتش. ما میگیم جمهوری اسلامی اگر باشد ایران هم همینجوری میشود، به خاطری که داره به سمت جنگ میبره ایران رو با این قراردادهای تسلیحاتی که با پوتین میبنده و درگیریایی که با عربستان سعودی ایجاد کرده، خلاصه منطقه رو با آتش کشیده. خب بالاخره تحمل اینا هم یه حدی داره دیگه، تا یه جای کوتاه میان، یه جا دیگه موشکو میندازن، جنگ رو میندازن. اینه که خود جمهوری اسلامیه که عامل همه این بدبختی ها و خطرها برای ایرانه، ولی برای اینکه کسی تکونش نده میاد صورت مسئله رو پاک میکنه. اگه ما بریم ایران اینجوری میشه، اونجوری میشه، فلان. آقا ای بابا، در خدمت. خواهش میکنم اجازه بدین همین سوال از خانم معززاده بپرسم. خانم معززاده، به عنوان سخنگوی آقای بروجردی، شما جایگاه و خواستگاه آقای بروجردی رو در ایران امروز در راهکار در کل بدید آقای بروجردی چی هست؟ چه راهکار رو پیشنهاد میکنن ایشون یا شما به عنوان نماینده ایشون؟ چه راهکار رو از سمت یک جریانی که صرفا یک جریان غیر سیاسی بوده تا قبل از این درگیری های خونین و تا قبل از این زندان و شکنجه و حبس، ایشون چه راهکاری دارن و چه روی کردی به سیستم حاضر دارن؟ بله، کاملا به جا فرمودین که یک جریان کاملا غیر سیاسی بوده ایشون، به دلیل اینکه طبق تعریفی که در سیاست هست در عرف امروز، ایشون حزب سیاسی نداشتن و گروه سیاسی تشکیل ندادن. منتها وظیفه خودشون به عنوان یک انسان و یک، حالا میشه گفت، آزادی خواه، وطن دوست، میدونستن که در مقابل جنایت ساکت نمونن. در مرحله اول، ایشون مخالف جمهوری اسلامی بودن، به همون دلیلی که مردم مخالف هیتلر بودن، نه اینکه با حزب سیاسی اونها مخالفت داشته باشن. جنایت رو باید گفت، نباید ساکت نشست، و ایشون فریاد زدن و حاضر به هزینه دهی شدن بابت اینکه نخواستن ساکت بمونن. به مردم هم مرتب خب در تماس بودن قبلش، بعد از اون که در زندان، به اصطلاح از زندان پیام میدادن، پیامشون بیشتر این بود که شما حکومت دینی رو قبول نکنید، و اینکه کمک خواسته بودن از همه شخصیت ها، چه در داخل ایران، چه مردم ایران، چه شخصیت های سیاسی و حتی مقامات بین المللی نامه نوشته بودن، از همه گروه ها، یعنی اصلا هر صنفی که شما فکرشو بکنید، ایشون کمک خواسته بودن و گفته بودن چطور وقتی سونامی اتفاق میفته داخل یه جایی، شما همه میرید کمک میکنی، حتی ورزشکارا میرن کمک میکنن. داخل ایران هم انگار سونامی اتفاق افتاده، اینجور جنایت و کشتاری که داره میشه چیزی کمتر از زلزله و سیل نبوده، چطور حاضر نمیشید که بیایید و حمایت کنید و کمک کنید؟ چون آقای کاظمی بروجردی این رو میدونستن، همونجور که آقای پرچی‌زاده فرمودن، مردم رو اینها میترسونن از هزینه دهی، همون اتفاقی که سال 88 افتاد. بنابراین ایشون به صورت اصلاحالا تاکتیکی صلاح نمیدونستن که هزینه دهی رو بالا ببرن که مردم نتونن موافقت بزن، مقاومت بکنن و ادامه بدن به مبارزشون. بنابراین درخواستشون از مقامات بین المللی و حتی اپوزیسیون خارج از کشور این بود که از به کمک و به وسیله حمایت از افرادی شبیه ایشون که از داخل زندان هم حتی دارن این فریاد رو میزنن و مردم ایران، حمایت بکنن و نگذارن که این رژیم روز به روز قوی تر بشه و کار رو به جایی برسونه که الان مردم رسیدن. ایشون 10 ساله، میشه گفت نزدیک داره میشه به 10 ساله که دارن این رو از داخل زندان درخواست میکنن، از همه خواستن، از اپوزیسیون، از همه گروه ها ایرانی خارج از کشور و غیر ایرانی، که به خاطر انسانیت و بنامسان حمایت کنی. و به جای اینکه بیان در داخل و چارچوب این نظام انتخابات راه بندازن، که اصلا اول آخرش، حالا بحثش دیگه اینجا باز نمی‌کنیم، بارها در برنامه خودتون مطرح شده، چیزی توش نیست به جز همون ادامه دیکتاتوری، شما اصلا کلیت این نظام رو زیر سوال ببرید، چون ایشون با تمامیت و کلیت این نظام مخالفت می‌کردن و هرگز هم اینکه حاضر نشدن، یک نشونه ای که ایشون حاضر نشدن داخل این حکومت هیچ پستی رو قبول بکنن و هرگز هم با این حکومت همکاری نکردن، یک شاهدی هستش که ایشون چگونه فکر میکرده و چگونه عمل کرده. بنابراین ایشون میخواستن که کلیت این نظام زیر سوال بره، هم از سوی مردم که همکاری بکنن و حمایت نکنن،
مثلا با مقاومت مدنی که همیشه قبلا در دهه 70 میگفتن مثلا صدقه ندین، پول توی نظریات نندازین، کمک مالی نکنین، هم این حمایت هایی که مثلا پای صندوق رای نریم، موافقت 22 بهمن حالا نریم، به این شکل هم از بیرون حمایت کنن مردم رو، عزیزان ما، و یک صدا باشن، نه اینکه دوباره هی الان تا یه جبهه متحدی میخواد تشکیل بشه، مثلا در مورد انتخابات باز یه گروهی میرسه یه چیز دیگه میزنه، وحدت همه رو میریزه به هم و میخواد دوباره یه به نوعی دوباره آب به آسیا، به انتخابات و رژیم بریزه. سپاس از شما. قبل از اینکه برگردم سراغ آقای پرچیزاده، یک مسئله رو شما اینجا مطرح کردید و شما اینجا هستید و میتونید شهادت بدین که من خودم از کسانی بودم که لااقل یکی دو بار انتقاداتی رو راجع به بعضی از مسائل در رابطه با آقای بروجردی مطرح کردم، ولی این دلیل نمیشه که تفاوت قائل نشم بین آقای کاظمینی بروجردی که توی این 9 سال و 4 ماه، دقیقا من نمیگم 10 سال چون دست گذاشتم روی آقای تبرزدی وقتی که میگه 16 سال زندان بودم، چون من میدونم که آقای تبرزدی 16 سال زندان نبوده و آقای تبرزدی شوهای نوروزی آنچنانی از داخل زندان میفرستاده بیرون. این برای من جالبه و برای بیننده هم جالبه که بدونن خب چطور یک کسی از داخل زندان ساعتها روی خط شبکه تلویزیونی NITV می آمد یا دیگری روی خط تلویزیون فلان و بهمان در لس آنجلس می آمد و ساعتها با موبایل از درون زندان اوین یا گوهردشت یا هر جای دیگه صحبت می کرد. خانم چرا آقای بروجردی این کارو نمی کنن؟ دلیل چیه؟ مشکل چیه؟ آیا مشکل آقای بروجردی؟ چرا اون امکاناتی که در اختیار این عزیزان هست در اختیار آقای بروجردی نیست؟ بله متاسفانه هم سال 85 یا 2006 که ایشون بیرون اومدن و میشه گفت شاید تنها روحانی بودن که حاضر شدن اینجوری بیرون بیان و فریاد بزنن، با کفن اومدن و این همه مردمی که دورشون بودن ایشون رو تنها گذاشتن و هیچ گونه امکاناتی بهشون ندادن. نمیدونم این آقایون و حتی بقیه روحانیونی که الان همه جا مطرح شد، تو باشون در BBC مصاحبه میشه، حالا لباسشون هم در آوردن، اونجا کجا بودن که بیان یا حمایت بکنن یا صحبتی بکنن. همین که ایشون بعد از این که از سال 2006، حالا ما میگیم من عرض کردم نزدیک به 10 ساله، 10 سال نیست، داخل زندان رفتن، هیچ کدوم از همین روحانیونی که الان به نوعی حالا اصلاح طلب خونده میشه حمایت نکردن، دستگاه دولتی هم هیچ گونه امکانات نداد. آقای بهزاد کریمی، شما میگین دوربین تلویزیون بهشون نمیدن، نمیدن مصاحبت صدای آمریکا با ایشون نمیکنن، ایشون از دارو و درمان محرومه، از وکیل مستقل محرومه، حق نداره، در حقوق اولیه ای زندانی رو بهش نمیدن که دیگه همه جای دنیا مرسوم، حتی در قانون اساسی خودشون هم دارن ازش یاد میکنن، اون رو هم براش قائل نشدن. ما چی میخوایم برنو و اینجا باید بگم بهتون که بابت هر کدوم از نامه ها و بیانیه هایی که ایشون داده هزینه داده، قریب به 500 روز ایشون انفرادی کشیده در طول این 9 سال و خورده، یا من میگم حدودا 10 سال، این همه هزینه ایشون داده، انفرادی میکشیده بابت انتخابات سال 88 که تحریم کرده بودن، ایشون پیام صوتی داده بودن از طریق تلفن و اون پیام پخش شد، ایشون 3 ماه اصلا ناپدید بود، به صلاح هم توادارانشون و یارانشون دم دادگاه ویژه روحانیت تحصن کردن بعد از 3 ماه به همراه خانوادشون و بازداشت شدن یه تعدادیشون تا وقتی که ایشون پیدا شدن. حالا این یه مثالشه، ایشون شکنجه های زیادی رو کشیده بابت هر حرفی که زده، ولی دریغ از من اینجا حالا استفاده میکنم تریبون شما، حمایت واقعی نشده از سوی ایشون، از سوی هموطنان ما اول و بعد حالا ما کاری به کشور دیگه نداریم و همین باعث شده، این اشتباه اپوزیسیون باعث شده که کار به اینجا بکشه که بعضی اومدن اپوزیسیون دستاس ساختن و این اتفاقاتی که داریم ببینیم اتفاق. سپاس از شما. مثلا اینه که قضیه کمی روشن‌تر بشه. ببینید بسیاری از ایرانیان علل خصوص فعالین اپوزیسیون 30-40 ساله در اقصانقاط دنیا نشستن و خبر ندارن، جنس جمهوری اسلامی رو نمیشناسن، اما من و شما جنس جمهوری اسلامی رو میشناسیم، 10-15-7 سال چند سال که بیشتر نمیشه که از ایران آمدیم، در همین حوالی است، یعنی به 2 دهه نمیرسه خروج اکثر ماهایی که دور هم دیگه داریم با این تفکر، یعنی با تفکری که اصلاحات رو مردود میدونه، در درون ساختار رژیم هر گونه حرکت نیمه دموکراتیکی که آزادانه فعالیت میکنه رو
به رسمیت نمیشناسه و متصل به رژیم میدونتش، چون ما دیدیم، لمس کردیم، میدونیم زندانی سیاسی واقعی با زندانی سیاسی صادراتی چه فرقی میکنه. میدونیم که اکبر گنجی که آنچنان در زندان اوین میماند و اعتصاب قضا میکند و حتی شاهزاده رضا پهلوی هم میاد براش سینه میزنه توی لس آنجلس، فرق میکنه با آقای بروجردی، فرق میکنه با مریم جلالی و 12,000 زندانی سیاسی دیگه. بینندگان توجه داشته باشید، 12,000 زندانی سیاسی داریم. این وسط 4-5 تا دونه آقایون رو گلچین کردن، دستچین کردن، خط مستقیم تلفنی به شبکه‌های لس آنجلسی دارن، شو نوروزی، این ویدیوهای VHS که قدیم شو نوروزی میومد، اینا از داخل زندان ویدیو پر میکنن میفرستن، پیام میدن، بعدم که از زندان آمدن بیرون یا آزادانه در ایران میچرخند و شبانه روز روی خطوط تلفن VOA و BBC مشغول گمان زنی هستن، یا اینکه صادر میشن به برون مرز برای گمراه کردن اپوزیسیون. این فریادیه که من گلوی خودم رو پاره میکنم. سراغ آقای پرتیزاده میرم. میدونم که ایشون هم طعم زندان رو چشیده، طعم بازداشت رو چشیده. میخوام ببینم رضا جان شناخت شما از سیستم امنیتی جامعه چیه؟ چرا که آقای اوسانلو و آقای تبرزدی من رو متهم میکردن به بزرگ نمایی و قدرتمند نشان دادن رژیم. نظر شما چیه؟ شما چه تجربه‌ای دارید؟ تجربه‌ای که من دارم اینه که رژیم جمهوری اسلامی اتفاقا از لحاظ امنیتی خوب رو همه کار میکنه، حواسش هست و اگر صدایی خارج میشه 90% چیزی که خود رژیم میخواد خارج بشه، برای اینکه این توهم رو برای هم ایرانی هایی که خارج از کشورن هم برای جامعه بین الملل ایجاد کنه که ببینید ما در داخل ایران هم انتقاد ازمون میشه، ظرفیتمون هم خیلی بالاست، اینجوری نیست که اینجا نظام استبدادی باشه، در صورتی که اصلا چنین چیزی نیستش. به قول شما 4-5 گزینه دارن، حالا 4-5 شاید کم باشه، شاید خیلی بیشتر از این باشه، بگو 10-20 اینا با یک خط خاصی، یعنی اون سکریپتشون یادداشتی که دستشونه مشخصه، خطا همه یکسانه، اینا میان یه خط خاصی رو دنبال میکنن در رسانه‌های خارج از کشور، بعد راجع به اینا توی رسانه‌های بین‌المللی نوشته میشه، باهاشون مصاحبه میشه، بعضن با زیرنویس چیزاشون رو منتشر میکنن برای اینکه بگن ببینی تو ایران هم میشه اعتراض کرد، کسی هم کاری نداره. پس این مخالفایی که میگن این رژیم استبدادی چرت میگن. خب جمهوری اسلامی درسش رو از شوروی سابق خیلی خوب یاد گرفته. به هر حال رگ و ریشش از یه سمت و سوی به همون شوروی سابق میرسه. سیستم ایدئولوژیکی، سیستمی که دستگاه امنیتیش بر همه چیزهای دیگه برتری داره. یعنی میدونید میشه گفت رژیم جمهوری اسلامی یک دستگاه امنیتیه که داره برای یک کشور حکومت میکنه. بقیه جنبه‌های دیگه اضافه به این دستگاه امنیتی هستن. اون جنبه امنیتیش از همه چی بیشتره. بنابراین ما که داخل بودیم به هر حال در داخل به اندازه توانمون مبارزه کردیم، میدونیم که اونجا آدم اگر نطق بکشه، اگر به جناحی وصل نباشه، درجا سرشو میکنن زیر آب، به راحتی حذفش میکنن. چطوره که این آقایون و بعضا خانوم ها یه بعضی حرکاتی رو میکنن که من و شما اینجا تو خارج از کشورم بعضا نمیکنیم؟ میدونی چی میگم؟ در از لحاظ شدت و حدتش میگم. اینه که نه، کسی که آگاهی داره به خط و ربط های امنیتی جمهوری اسلامی میدونه که چنین چیزی حقیقت نداره و اینا بیشتر نمایشه برای سرکار گذاشتن اول اپوزیسیون خارج از کشور و بعدم جامعه بین‌المللی که ببینید در داخل این سیستم مخالفت وجود داره پس دموکراتیکه، در صورتی که چنین چیزی نیستش. رضا جان اینو من میرسونه به سوال بعدی من. برو عزیز. به کدوم سمت داره ما رو میکشه؟ به کدوم سمت داره میره این جریان سازی ها، این جریان سازی های اجتماعی که از حالا شاید بسیاری به من ایراد بگیرن که چه اشکالی داره کمپین حمایت از حیوانات، خب اینم یک ارزش بین المللیه، اما در جامعه ای که روزانه بیش از 2000 کارتون خواب فقط در سطح شهر تهران توی این زمستون سرما داریم و هزاران کاستی دیگه، همین نماینده خود دولتشون اعلام کرده امروز که روستایی در سیستان هست که تمام مردان اون روستا اعدام شدن. در یک جامعه خب یه مطالبات بی اولویت، یه مطالبات مرفعه بی درد هم فراتر، یعنی مطالبات اروپایی رو مطرح میکنن، جریان سازی های دیگری میکنن.
این سکان حرکت در دست یک جناحیه که داره به یک سمتی میده، در دست یک جناح نه، در دست یک کلیت. اون افقی که این ماشین نظام به سمتش حرکت میکنه رو شما کدوم سمت میبینید؟ جامعه رو به کجا میخوان ببرن؟ خب در نهایت هدفشون، یعنی هدف فوری و اولیه‌شون اینه که ذهن جامعه رو و عقاید عمومی رو چنان به هم بریزن که مردم نتونن رو اون چیزی که اولویت حقیقی و اصلی جامعه باید باشه که آزادیه تمرکز بکنه. خب اینا همه از اتاق فکرهای رژیم در میاد و این طیف هم نیستش. وزارت اطلاعات هستش، اطلاعات سپاه هستش، داردسته هاشمی رفسنجانی هستش، اعوان و انصار مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری که الان هر کدومشون تو لندن و واشنگتن و کالیفرنیا پخش و پله هستن هستش. اینا من قبلا هم اینو نوشته بودم، خیلی خلاصه اشاره میکنم، فکر نکنید جمهوری اسلامی ماش آخوند و نمیدونم سپاهی بی سواد و مرتجع و عقب افتاد. نه آقا جان، تا یک رژیم استبدادی یک طیف روشنفکر حکومتی که منافعش در بقای حکومت نداشته باشه نمیتونه مردم و دنیا رو این همه سال سر کار بذاره. فکر میکنن، اینا زحمت میکشن، پول خرج میکنن، اتاق فکر دارن، اندیشکده دارن، دست میذارن روی یه چیزایی، بزرگش میکنن که این اصلا اولویت نیستش. مثلا جریان چی بود؟ حجاب یواشکی یه چنین چیزی، آیا مسئله آره یه چیزایی تو این مایه ها میدونید، چیزای حاشیه‌ای رو بزرگش میکنن، به دغدغه عمده جامعه تبدیلش میکنن تا ذهن مردم رو از دغدغه های بزرگتر و مطالبات اصلی و بزرگتر باز دارن. خب درسته یه مدتی هم به هر حال گل میکنه، مثل مده فشنه، یه مدتی گل میکنه، سر صدا میکنه، ولی بعد میبینی اصلا چی شد، کجا رفت. به خاطر اینکه اصالت نداره و مطالبه اصلی جامعه نیستش، اون مدتی که میاد اولش یکم گل میکنه، بعدم گم و گور میشه، بعد دوباره یه سری مطالبات جدید میارن سر کار. مثلا همین دم انتصابات که الان همه باید تحریمش بکنن و نه بگم به جمهوری اسلامی به خاطر اینکه میخواد بازیشون بده و ازشون سوء استفاده کنه، نمایش مشروعیت به چشم دنیا بده، الان اومدن میگن چیکار کنید بیاد نمیدونم برای سگ‌کشی. آقا بار اول سگ‌کشی میشه توی ایران، بعدم با همه احترامی که برای حیوانات و برای سگ‌ها قائلیم، آیا جون سگ از جون انسانی که دم به دقیقه داره کشته میشه، اعدام میشه، توی جوب میفته میمیره، تزریقی میمیره، از اون ارزش منتره؟ آیا بالاخره میدونی آدم باید اولویت های خودش تشخیص بده ها، حیوان ارزشمنده ولی انسان یه چیز دیگه است، تو نمیتونی اینو با اون برابر کنی. تو چطور برای اون صدا در نمیاد، راحت سرتو میندازی پایین میری برای خود زندگی تو میکنی، بعد برای سگ و گربه میخوان تو رو چیزت بکنن، حرکتت بدن به یه سمت سویی، اونم الان تو این سر بزنگایی که رژیم ترس داره از حرکت مردم. خب بله. سال اینجا پیش میاد یا امثال من و شما رو به چالش میکشن به این بله. ما داریم از ابزاری به نوعی استفاده میکنیم بدون هیچ ارگانیزیشنی، بدون هیچ اینکه حرکت بی سره، که ما داریم از اون نقاطی استفاده میکنیم که کم هزینه تره و در این مبارزات ما و از مطالبات به قولی کوچک شده ما از دولت نوعی مبارزه است. این استدلال شما چجوری جواب میدید؟ این همه از این حرکات نمونه های مختلفش در طول حدود 20 سال اخیر انجام شده. سوت بزنید، بوق بزنید، رو قابلمه بکوبید، رو پشتبون الله اکبر بگید، بادکنک سبز هوا کنی، به کجا کشیده؟ میدونید مبارزه رو نباید مبتذل کرد، هر چیزی یه جایی جواب میده. اون طرز حالا بگیم مبارزه شاید توی جامعه اتوریتر، یه جامعه نیمچه استبدادی، یه جامعه نیمه دموکراتیک اثرگذار باشه، ولی توی رژیمی مثل جمهوری اسلامی که کمربندش صفر بسته واسه سرکوب، داره راست راست راه میره، آدم میکشه، اعدام میکنه، همه دنیا هم میدونن دیگه از این حرفا گذشته، مشروعیت زدایی با بوق زدن و بادکنک هوا کردن دیگه ما خیلی گذشتیم از این حرفا، یعنی این رژیم دیگه آب از سر
گذشته و آب از سر ما هم گذشته. با این چیزا دیگه تکون نمیخوره. جا به جا کردن این رژیم یک عزم جدی میخواد. و خدمتتون هم عرض میکنم اون کسایی که این نسخه های شلکی رو برای جامعه میپیچن به خاطر اینکه قصدشون در درجه اول تغییر نیستش. اینا میخوان رژیم تکون نخوره و مردم رو با این چیزا سر کار میذارن. ولی اینم تا یه جایی جواب میده. چندین و چند سال مردم رو با این چیزا مشغول کردن، سر کار گذاشتن. الان میبینیم که اکثریت قریب اتفاق مردم دیگه به این چیزا جواب نمیدن. کما اینکه دیدیم در راهپیمای 22 بهمن رژیم چقدر مردم رفته بودن. هیچ کس نرفته بود. خلوت خلوت بود. عکس‌ها از شهرهای مختلف رسید. من مطمئنم برای انتصاباتشون دو روز دیگه هم همین میشه. به طوری که مجبور میشن عکس فتوشاپ کنن. گرچه برمیدارن میارن بالاخره تو چند تا حوزه چند تا شهر شلوغ مثل تهران و مشهد و شیراز این ور اونور چهار تا حوزه درست میکنن، با اتوبوس هم آدم میارن، همه رو میچپونن اونجا، فیلم و عکس هم میگیرن میارن کیپ تا کیپه. ولی اینو دیگه من و شما میبینیم دیگه، دیگه جواب مردم مشخصه. اعتراضا رو داریم میبینیم، فحشایی که دارن به رژیم و آپولوژیستاش دارن مردم میدن ما داریم میشنویم و میبینیم. خب معلومه پس فردا وقتی تصویر سازی کنن دیگه دستشون روه دیگه. اینه که میخوام بگم این حرکات هم تا یه حدی جواب میده، تاریخ مصرف داره دیگه. مردم به اینجاشون که رسید به اونا هم جواب نمیدن دیگه. تا درد میدونی تا یه جای آدم دردش میگیره جواب میده، بعد دیگه کرخش میگه بابا مهرم حلال جونم آزاد. دقیقا مسئله همین ابتذال کشیدن مبارزه، ابتذاله. بله، جامعه توتالیتریان دارن با الگوهای یک جامعه مثل برمه، یک جامعه اتوریتریان مقایسه میکنن. اومدن در مقابل آنگ سان سو چی، یک مبارزی که به حضرت در یک سیستم متفاوت بود، آمدن تبرزدی رو در مقابل آنگ سان سو چی گذاشتن و در مقام مقایسه دارن برمیان. خب این تحمیق اجتماعی تحمیق است تا یک جایی جواب میده، چرا که جامعه امروز ما یک جامعه روشنیه. نسل که ساخته این رژیمه که من و شما باشیم توی همون مکتب درس خوندیم، توی اون سیستم آموزشی درس خوندیم و نوع ابتذال رو میشناسیم. این برای مرمز جواب بده. من میرم سراغ خانم معزنزاده با این سوال که خب آقای بروجردی به عنوان یک کسی که فعال مذهبی مثل آقای طاهری، یک کسی بوده که به هر جهت رهبر یک بخشی از اجتماع، یک سری پیروانی داشته، یک رهبر مذهبی بوده برای خودش و داخل کار سیاسی هم نبوده، به هر جهت جوری رژیم با ایشون درگیر شده و برایشون مشکل ساز شده، ناخواسته آقای بروجردی به یک کانال سیاسی وارد شدن، یک تشکیلاتی الان هست، سخنگوی مثل شما هست، مثل خانم عراقی، و دفتر دستکی در این وسط ایجاد شده، رنگ و بوی سیاسی هم گرفته. آیا برنامه‌ای، سهمی در این حرکت مبارزاتی دفتر آقای بروجردی و شخص خود ایشون که تا الان بهای سنگینی هم دادند به گردن خودشون میبینند، یا اگر این چنین هست که مسئولیتی به گردن خودشون در مبارزه با این رژیم میبینند، محدوده این مسئولیت‌ها رو چطور ترسیم میکنند و چه راهکاری از جانب ایشون و سخنگوهای ایشون برای پیروان و دیگر کسانی که به هر جد در سطح جامعه هستن پیشنهاد میکنید؟ ببینید ایشون از جهت اینکه حزب سیاسی نداشتن خب سیاسی نبودن، ولی از جهت اینکه الان تعریفی که در ایران و جمهوری اسلامی شده از سیاسی بودن، به نظر من ایشون خیلی سیاسی بودن، به دلیل اینکه الان هرکی شما می ترانه حتی بخونین تو جمهوری اسلامی دوست نداشته باشن و باب میلشون نباشه یا مجلس اونها گفته نشه، یه جریان سیاسی حساب شه و میتونید شما زندانی سیاسی بشید و هر اعتراض کوچیکی هم دالا در میخواستم این نکته رو اضافه بکنم به حرفای رضا جان که وقتی که همین علامت رو نشون میده، اگر این جریان ها جوابگو بود رژیم جلوشو میگرفت، یه رژیم سرکوبگر. این خودش یه تایید هست به حرف رضا جان. این کارهای کوچیکی که یا جریان کوچیکی میشه برای چی جلوشو نمیگیره رژیم؟ برای اینکه به نفعشه، برای اینکه دوست داره اینطوری تقسیم به قدرت بشه، انحراف پیش بیاد. حتی جریانای ضد مذهبی رو رژیم حمایت میکنه،
مثلا کاری به ماهیت نوع کاری هم به خود مذهب ندارم الان در حال حاضر و چیزی نمیخوام توضیح من چیز دیگه است. حتی جریان ضد مذهبی رو حمایت میکنه رژیم به دلیل اینکه میگه برای ما خطری نداره، بذار مردم متوجه اون باشن، با هم دعواشون بشه، قومی ملیتی نمیدونم سر همه چیز دوست داره مردم سرگرم بشن. بنابراین ما با یک رژیم عجیب و غریبی الان مواجه هستیم و با یک پدیده عجیب و غریبی که با فرمولاسیون تاریخ بین المللی و سیاسی دنیا جور در نمیاد. شاید برای همینه که الان دنیای غرب گیج شده در مقابل جمهوری اسلامی و شاید نتونسته خوب حرف اپوزیسیون رو هضم بکنه یا و اون فریاد رو که ما هی اومدیم و هی به تدریج از کشور خارج شدیم و بهشون میگفتیم اینا نمیتونن باور کنن، چون با یک موجود میشه گفت حالا 47 مواجه شدن که از یه سو میخواد بگه من جمهوری ام، از یه سو میگه اسلامی، اصلا جور در نمیاد. آقای کاظمی بروجردی از اول، حتی هم خودشون هم پدرشون از روز اولی که این انقلاب پیروز شد اونا احساس مسئولیت میکردن. پدرشون خانه نشین شده بود، آدم مشهوری نبود، یه عرفان تدریس میکرد و مکتب عرفانی داشت، 30 جلد کتاب داشت و یک مجتهد خیلی بزرگی بود که مردم زیادی جمع میشدن داشت، ولی آدم معروفی نبود. حاضر نشد با خمینی کنار بیاد و برای همین در سال 81 کشتنش در بیمارستان و بدن غرقه به خونش پیدا شد و هرگز هم حاضر نشدن یعنی پیگیری بکنن که کی اینو کشته و مشخص شد با دشمنی هایی که بعدن با خود این مرد کردن مشخص شد که رژیم کشته. و خود آقای بروجردی هم همینجور، ایشون احساس مسئولیت کرد، اومد به میدان سال 85، خیلی دیگه واضح اومد توی به میدان. حالا سال دهه 70 بارها زندانی شده بود، حتی زندان توحید هم که اسمش بود اونجا هم حتی زندانی شده بود یک بار، منتها سال 85 با فریاد رسا اومد، از همه هم کمک خواست و این احساس مسئولیت رو کرد که حاضر شد به خاطرش دیگه از همه چیش بگذره. شما فکر کنه همه خانواده‌اش رو با خودش بردن زندان، تنها خونه مسکونی هم که در نزدیک میدان آزادی بین انقلاب و آزادی داشت اون رو هم مصادره کردن. دیگه هیچ چیزی نداره الان که در راه هدفش و گفتارش نداده باشه. الان من میخوام بپرسم واقعا کسی رو شما سراغ دارین که اینجوری هزینه داده باشه و هنوز هم پایمردی بکنه و باز هم تنها مونده باشه و به اندازه یک انسان خیلی بیشتر از اون تلاش کرده و هزینه داده و احساس مسئولیت کرده؟ به هیچ وجه صحبتایی که آقای کاظمی بروجردی کرده مخصوصا بعد از اینکه زندان رفته به نظر من اصلا نمیشه گفت عقیدتی، کاملا جبهه‌گیری سیاسی کرده و کاملا افشاگری کرده. من میتونم به جرئت بگم تا قبل از افشاگری های آقای کاظمی بروجردی در سال 85 کسی نتونسته بود اینجوری یک رژیم اسلامی رو به چالش بکشه. ایشون حتی من جا میخوام بگم که از عقیده خودش استفاده کرده برای به چالش کشیدن نظامی که ایدئولوژیکیه. اینا همه چیزایی بوده که ما دوست داشتیم دوستان ما خوب بهش توجه بکنن و خیلی هم توجه کردن و کمک کردن، ولی خب میشه گفت که من فکر میکنم اگر توجه بیشتری بهش بشه و افرادی مثل ایشون که دارن هنوز هم پایمردی میکنن توجه بشه و همدلی و همراهی بیشتری بین دوستان ما پیش بیاد، مردم هم اعتماد بیشتری میکنن، پایگاه خودشونو میشناسن و بیشتر اعتماد. سپاس از شما. نکته خوب در رابطه با این برنامه های این چنینی، برنامه های زنده ای که حالا همچنان حرفه ای هم نیست، اینه که خیلی از حقایق روشن میشه، خط کشی ها مشخص میشه، شناخت ها بیشتر میشه، معلومه که کی کجا ایستاده، از چه خواستگاهی داره میاد و چه ادعایی داره میکنه. یک برنامه زنده است، رژیم هم داره هم اینو میبینه هم ضبط میکنه و مشخصه که از کجا دارن میاد. خیلی راحت تر مردم میتونن قضاوت کنن، تفاوت قائل شن بین اون کسی که واقعا اصالت داره حرفش و واقعا دستش پاکه، یا اون کسی که میاد دستاشو میگیره که مردم رو القا کنه، تفکر به مردم القا کنه که من صاحب دستهای پاکم. دستهای پاک مردم از عمل کرد، از نوع سخن، از جسارت و از خطکشی های مشخص میشناسن، نه از اینکه شما دستتو جلوی دوربین بگیری بگی من دستام پاکه. بنابراین خیلی ممنونم از شما خانم معززاده که اینقدر قشنگ خطکشی ها رو مشخص کردید، تفره نرفتید و اون چیزی که هست و باید رو گفتید تا مردم خودشون تصمیم بگیرن. اما برای سوال بعدی از آقای پرچیزاده میخوام بپرسم.
ما یک نسل تازه این وارد شدیم به یک صحنه اپوزیسیونی که الان داره ما رو میپذیره. حالا چند سال طول کشید به جایگاهی برید که آقای رضا پرچی‌زاده، محسن کریمی، خانم معظم‌زاده غیره و ذالک در کنار اون اپوزیسیون سنتی که 30 سال بود در برون مرز بود جایی برای خودش باز کنه و پذیرفته شه. ما نمایندگان یک نسل هستیم که میره این تغییر رو رقم بزنه. به عنوان نمایندگان این نسل، شما از برای رسیدن به اون بدیل سیاسی و اون راهکار مبارزاتی که مد نظر خودت داره، میدونم که یک دکترین خاصی رو دنبال میکنی و روش کار کردی، ساختی، پرداختیش، کمابیش هم با هم نظری، چه پیشنهادی رو ارائه میکنی و اصولا اون راهی رو که میری، نه مسئله پیشنهاد دادن نیست، یک مسیر رو ما داریم میریم و میدونیم که نتیجه میرسه، این مسیر رو چجوری تعریف میکنی برای هموطنات؟ سوالت یکم کلیه، بعدم باز ما رو انداختی توی اون جریان نماینده یک نسل و هم مثل نماینده مردم بودنه. من خودم زیاد توی این مایه نمیگیرم. به نظرم به یه سری اصولی اعتقاد دارم که یا خودم بهشون رسیدم یا ساختمشون. یه قسمتیش به هر حال قرض است، طبیعیه، هیچ کس تو خلأ به دنیا نمیاد، ما همه تأثیر میپذیریم از دنیای اطرافمون، از همه جا. سعی کردم یه اصول عقایدی برای خودم درست بکنم که توش خیر بشر باشه. سعی کردم زیاد چارچوبای ایدئولوژیک و مرزبندی های چجوری بگم کوته فکرانه و کوته نظرانه رو واردش نکنم، دشمنی های بیهوده رو واردش نکنم. راجب اپوزیسیون گفتید، خدمتتون عرض بکنم که با تمام احترامی که برای بسیاری از اپوزیسیون، افراد اپوزیسیون سنتی قائلم، میخوام بگم که متاسفانه یه سری گیرهای فرهنگی دارن که باعث شده طعمه جمهوری اسلامی بشن. یعنی جمهوری اسلامی همیشه از این وسواس ها و شکاف هایی که وجود داشته در بین اپوزیسیون سنتی به کمال مطلوب سوء استفاده کرده و نتیجهش هم میبینیم همین شده. نزدیک 40 داره میشه که این رژیم در ایران بر سر کاره و با وجود تمام تبهکاری و شیادیش هنوز براندازیش ممکن نشده. میخوام عرض کنم خدمتتون که باید یک سری اختلافات جزئی و ادا اطفارهای ناجور رو کنار بذاریم. ما باید با هم بشینیم گفتگو کنیم، با هم حرف بزنیم، بعضا با هم دوست باشیم. خیلی وقتا نمیتونیم با هم دوست باشیم، ولی دشمنی بیهوده هم نکنیم. ما دائم نباید یقه همدیگر رو بگیریم با هم دعوا کنیم. خب جمهوری اسلامی از این قضیه بهره میبره، بیشترین سود اون رژیمی که اونجا برقدرته داره میبره. حالا ما اینجای تو سر کوله هم بزنیم، شما چرا قرمزی، شما چرا نمیدونم شیر خورشیدی، شما چرا سلطنتی، شما چرا جمهوری هستی؟ آقا جان ما همه اینجا نشستیم، دستمون هم از دنیا کوتاه، اون رژیمی که اونجا نشسته داره بهره از این چیزا میبره. اینکه باید سعه صدر رو گسترش بدیم در بین مخالفان جمهوری اسلامی، باید تعامل داشته باشیم، گفتگو داشته باشیم، بعدم بینشمون رو جهانی تر بکنیم. بینشمون متاسفانه خیلی اکثریت رو دارم میگم ها، و اون گفتمان غالب رو، بینش خیلی محلیه، کوچک بینه، یعنی جهان رو نمیبینه. مثلا اگه با رژیم دعوا داریم نمیبینیم که بابا جان سیاست خارجی رژیم هم مهمه در دعوای ما با رژیم، فقط این نیستش که مثلا میذاره به این رأی بدی با اون رأی ندی. این که تو سوریه هم داره آدم میکشه، جنایت میکنه، مهمه. این که با عربستان سعودی دائم درگیری درست میکنه، مهمه. این که میخواد اسرائیل رو از صحنه روزگار محو کنه، اون مهمه. اینا همه به من و شما ایرانی ربط داره. دعوای ما با رژیم فقط تو چارچوب کاغذی نمیدونم گربه نیستش. ما باید این رژیم رو همه جا باهاش درگیر باشیم، به خاطر اینکه تبهکاریش داره و همه جای دنیا سرایت میده. و دموکراسی بدون یک سیاست خارجی معقول، نمیگم دوستانه، بالاخره همیشه نمیشه با همه دوست، ولی معقول، هی هر دقیقه چوب توی سوراخ هر کسی نباید کرد، دشمنی بی خود نباید درست کرد. و این رژیم اینطوریه، از اولی که اومده داره دشمنی با دنیا درست میکنه تا الان. چوبش هم که میخوره همون مردم، من و شما، وگرنه خودشون که وضعشون خوبه، جیبشون پره، سفرهای خارجشون رو میرن، ویزاهاشون راحت امریکا و کانادا میگیرن که شهروند عادی هرگز نمیتونه به این راحتی بگیره. چطوره؟ مگه رژیم تحریم نیستش؟ چطور اینا همشون تو آمریکا و کانادا و اروپا دارن میگردن؟ به چه ترتیبه؟
من و شما باید چشممون رو باز کنیم، مردم باید چششون رو باز کنن، که میخوام بگم باید از اون چشمبند رو از روی چشممون برداریم، چشمبندی که رژیم میخواد روی چشم ما باشه. باید جهانی به قضايا نگاه بکنیم. ایران یه تافته جدا بافته نیستش، یک قطعه از خاک این دنیاست، کره ارض است و همه مردم به هم ربط دارن و تا وقتی روابط مردم دنیا با هم متعادل نشه و به این دید نرسه که آقا باید همه یه جور زندگی کنیم که به همه بیشتر خیر برسه تا شر، ما کارمون به جایی نمیکشه. اپوزیسیون جدید و قدیمش هم باید اینجوری نگاه کنه به قضیه، وگه نه تا ما دعوای نمیدونم مصدقی و شاه‌اللهی و کودتا 28 مردادی و نمیدونم توده‌ای و چریک داریم به جایی نمیرسیم. باید به یه دید بزرگ جهانی دست پیدا بکنیم برای اینکه تو ایران دموکراسی برقرار کنیم. خب وقت زیادی نداریم، یه 7-8 دقیقه وقت داریم به پایان برنامه. خانم معزن زاده، کمتر از 2 روز به انتخابات، میگم 2 روز دیگه انتخابات، امروز 5 اسفند اگر اشتباه نکنم، 2 روز دیگه به انتخابات مونده. نظر شما در رابطه با انتخابات پیش رو دقیقاً صرفاً در رابطه با انتخابات 7 اسفند چی هستش؟ من واقعا نمیتونم اسمش رو انتخابات بذارم، چون جوری که عرض کردم خدمتتون، و حتی فکر نمی کنم این یه حقی باشه برای مردم، چون حتی بعضی ها عنوان میکنن که ما از حق خودمون میگذاریم. آخه هیچ حقی به مردم ندادن، چه کدوم حق انتخابات؟ تو بعضی از حوزه‌ها یه نفر گذاشتن، یعنی سراپا مضحکه اندر مضحکه است، شرکت درش من فکر میکنم توهین به شخصیت خودمونه. من به نوبه خودم به عنوان یک ایرانی و به عنوان یک نفر نمیخوام برای مردم تعیین تکلیف بکنم یا خواهش یا هرچی، ولی به عنوان نظر خودم من باشم نمیرم و هرگز رأی نمیدم و شرکت نمی کنم، چون انتخابات در اصل به نام حالا به قول آقای کاظمنی بوژدی توی دومین بیانیه‌شون نوشته بودن که این یک رفراندوم رژیمه. خب کاملا مشخصه، یعنی اینکه انتخابات نیست، حالا هر گونه انتخاباتی، حتی انتخابات کوچیک، رژیم استفاده میکنه برای اینکه به مردم دنیا بگه بله یا خیر، مردم دارن به من میگن بله یا خیر، در اصل انتخاباتی وجود نداره. سپاس از شما. همین سوال از آقای پرتوزاده دارم، برای اینکه چه راهکاری در مقابل این پیشنهاد میکنید؟ بله، خب خانم معزنزاده حق مطلب ادا کرده، من کاملا باشون موافقم. این انتخاب نیستش، انتخاب رو قبلا کسای دیگه کردن، همون آلیگارشی که بر قدرته. حالا از مردم میخوان بیان جلو چش دنیا تاییدش بکنن، بگن ببینید ما انتخاب آخوندها و سپاه و دار دست هاشمی رفسنجانی که قدرت دستشون رو تایید میکنیم، خودمون هم هیچ کاری. اینا تایید میخوان فقط از مردم، انتخابی در کار نیست. آلترناتیو هم همونه، قدم اولش اینه، عدم همکاری با رژیم، همکاری نکنید، کنار بکشید، تو بازی‌ها شرکت نکنید، بی خود تاییدش نکنین. تاییدم لزوما به خاطر این نیست که دنیا ببینه شما تاییدش میکنید یا نمیکنید، به خاطر اینکه خودتون تکلیف خودتون رو با خودتون بدونید. آدم میدونی یه چیزی از تو وجودش باید شعله بکشه اگر تغییر میخواد. تو اگه همش نشستی ببینی آمریکا چی میگه، نمیدونم انگلیس چی میگه، ابرقدرت‌ها چی میگن، 5+1 چی میگه، این کار به جایی نمیکشه. تو تغییر اگه میخوای اول باید از درونت شعله بکشه. کاری هم که میتونی بکنی در حال حاضر، قرارم نیست بری اونجا اسلحه بکشی RPG بزنی، نرو، همکاری باهاش نکن، پیشی تو خونه آشتو ببز برای خودت. شما اون روز عکس خورش کرفس گذاشته بودی، دور هم جامعتونو بشینید با هم حالتونو بکنید، یه قلیونی بکشید، حالا اگه اهل دخانیات نیستید بشینید با هم بالاخره یه چیزی بخورید. دلیلی نداره برید تو بازی رژیم شرکت بکنید. یعنی میدونی اول باید با دل خودت کنار بیای، تکلیفتو با خودت بدونی چند چندی، کار نداشته باش که نمیدونم اون چی میگه، این چی میگه، نتیجه چی میشه، هزینه چی میشه. بابا تو خودت چی درست میدونی؟ تو به درستی که دلت بهت داره میگه، عقلت بهت میگه عمل بکن، اون بقیهش هم درست میشه. تو اول باید به عنوان یک فرد که توی جامعه ای، آجر یک جامعه ای، تو خودت رو باید درست کنی. تک تکی که درست تصمیم بگیریم بقیهش هم درست میشه. اینجوری نیست که همه بیان و بازی بکنن و خب همین نتیجهش قهقرایی میشه که داریم میریم دیگه. دیگه میدونی زبون آدم مو در میاره، آدم عاجز میشه از استدلال.
خب تو این 20 سال مگه هی بدتر نشده و به قهقرا رفته؟ خب باز دوباره موقع بریم تو بدتر بدتر شرکت کنی. همین در نهایت دیگه، آدم باید اول با خودش رو راست باشه و به نتیجه برسه، بقیهش خودش درست میشه. سپاس از شما، سپاس از هر دوی شما. من فکر میکنم حق مطلب رو خود آقای خامنه‌ای در درجه اول ادا کرد. ایشون گفت که آقا اگر غیر از آن چیزی که من میخوام بشه، انتخابات رو باطل اعلام میکنم، مجلس رو هم تعطیل میکنم. میگه من نمیدونم این وسط این گندم شادونه این اصلاح طلب ها بالا و پایین میپرن که ما 70 نفریم، اونها 3000 نفران. امروز براشون نوشتم 2 نفر اضافه میکردید که 72 تن آشورایی بشید، حالا خودتونم راحت. خب بس جامعه نیاز به یک همگرایی داره، به یک تعامل داره که رژیم رو به انزوا بکشیم. تنها راه از این رژیم به انزوا کشوندنشه. دیکتاتوری خاصیت داره، خودخوره. دیکتاتور اگر برای خودش اپوزیسیون نسازه، اصلاح طلب درست نکنه، تبرزدی و اوسانلو و فقرآور و غیر و ذالک نسازه، گنجی نسازه، ما رو سر کار نگذاره، داخل بازیش نشیم، به خودخوری میفته. زمانی که ما وارد بازی میشیم، این خندق هایی که دور خودش رژیم کنده متاسفانه سلایه است. یک لایه درونی این خندق که اصلاح طلب های حکومتی هن، بعد خندق های نظام هن که این آقایون نظیر گنجی و سازگارا و غیره و زالک هم نهی که اسپردم. کنار این خندق ها حد فاصله اپوزیسیون برانداز و این خندق هم یک عده اصلاح طلب های نادانستن، یعنی کسانی که به باور میرسن، این آقایون رو باور میکنن. ما پس باید اول بزنیم به هم راهان خودمون که اینها رو باور کردن، بعد تازه پانچ مشتمون برسه به خندق ها، بعد اگر به اصلاح طلب ها رسید به کور رژیم رو برسه، رژیم رو بندازیم. مسئله خیلی شدیدتر از این حرف هاست. پس نیاز نیست که برید رأی سفید بدید، نیاز نیست که بخواید در انتخابات موازی، همین حدی که در خانه بشینید وارد این باز نشید، تکلیف روشنه. چی میگن؟ آنچه شرط بلاغ بود ما گفتیم. 12 برنامه بود. تشکر میکنم از خانم مریم معزنزاده، آقای بهبهانی عزیز که این خدمات این 12 برنامه، خدمات فنی رو به ما دادن، وقت به ما دادن. بسیار تشکر میکنم از شما آقای بهبهانی، آقای پرچیزاده، همینطور از شما وبسایت خوب تحلیل روز، خانم ستاره میهندوس، آقای زمان فعلی، آقای شاهین سرتیپی و تمام کسانی که کمک کردن برای این 12 برنامه و تمام شمایی که نگاه کردید و آگهی رسوندید. امیدوارم این برنامه آخرش نباشه. البته یک برنامه تحلیلی ما بعد از اعلام نتایج خواهیم داشت، ولی امیدوارم به آشوب کشیده بشه، ما هم اینجا به آشوب بکشیم سفارت ها رو و تغییر بدیم حکومت رو. این نیست که بیرون گود نشسته باشیم بگین لنگش کن، ما هم داریم بها میدیم. ما هم که برون مرز هستیم، به قول خیلی ها نشستیم کنار گود، نه خیر، اونهای کنار گودن میگن لنگش کن که پاسپورت ایرانیشون تو جیبشونه، ایران میرند و میان سفرهاشون رو میکنن، لذتشون رو میبرن. ما هم داریم همراه شما که در درون مرز بها میدید، در برون مرز بها میدیم. به امید پیروزی، شبتون بخیر. مهمانان گرامی، بدرود میگم به شما. شب همگی بخیر، خدا حافظ. خدا نگهدار. بدون ممنون.